سلام دوستان و بیننده های بسیار عزیز، خیلی خوشحالیم که میتونیم بار دیگه در خدمتتون باشیم. امیدواریم که روز و یا عصر خوبی رو سپری کردین و ممنون از شما عزیزان که امروز هم تصمیم گرفتیم بیننده برنامه ما باشید. اما خوشحال هستیم که میتونیم برنامه دیگه خدمت شما عزیزان ارائه بدیم و اما میریم و از طریق تصویر مشاهده میکنیم که مهمان برنامه امروز و موضوع برنامه امروز ما چی هست. پس با ما همراه باشید. خب دوستان، همینطور که بر روی تصویر گیرنده‌هاتون مشاهده کردین، خوشحال هستیم که امروز جلسه سوم هست که در رابطه با بخش هویت مسیح در خدمت برادر آرمان عزیز هستیم و همینطور که در تصویر مشاهده کردین، امروز به طور خاص می‌خوایم در رابطه با انتظارات یهودیان از مسیح موعود صحبت بکنیم. ولی قبلش بریم سراغ برادر آرمان. برادر آرمان عزیز، خیلی خوش اومدیم به این برنامه. بله، منم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت براتون دارم. همینطور آرزو میکنم که برنامه امروز یک کمی کمک کنه که با دیدگاه مسیحیت در مورد انبیا و طرح خدا برای رستگاری انسان و همینطور برقراری فرمان رواییش بر روی زمین صحبت کنیم. آمین. مفید باشه. مطمئنم کمی هم نخواهد بود، خیلی زیاد خواهد بود بردارمان. جای بردمیلتن در ازم خالی هست. خیلی باره. دوستان بردمیلتن در یک خدمت مهمی هستن، امروز نمیتونستن در بین ما باشن، ولی واقعا جاشون خالیه. جاشون خیلی خالیه. خب بردارمان عزیز، فقط برای اینکه برای بینندگان سوء تفاهم نباشه، چون عنوان برنامه‌مون در رابطه با هویت عیسی مسیح هست، هدف این بوده که شما به صورت تاریخی داریم به این قضیه نگاه میکنیم. میخواید یک توضیح کوتاهی بدید که موضوع روشن باشه. بله، ولی من چون سوادم قد نمیده، اون بینندگانی که دو برنامه قبلی رو ندیدن، بله، چیکار میتونم بکنم؟ من خواستم اینو بگم دوستان، اگر که بیننده دو برنامه قبلی ما در رابطه با موضوع هویت مسیح نبودین، از طریق یوتیوب اگر که برین در سایت sat7pars.com میتونید از طریق یوتیوب یا در روی یوتیوب تایپ بکنید، این بهتره، در روی یوتیوب تایپ بکنید هویت عیسی مسیح آرمان رشدی و میتونید برنامه های دو جلسه قبل رو مشاهده بکنید. بله. خب من چی باید بگم؟ شما یک توضیح بدید که به چه دلیل عنوان هویت مسیح هست و هدفتون چی بوده از صحبتهایی که در دو جلسه قبل داشتیم. خب ما چون بینندگان عزیزمون شاید مسیحی نباشن، بلد، و خب طبیعتاً مملکت ما مملکت اسلامیه و تصورات و عقاید خاصی بین هموطنان ما رایج هست کلن در مورد انبیا. بله. و همونطور که من در جلسه اول گفتم، گرچه همه این تصورات و عقاید محترمه، ولی ما چون این برنامه برنامه مسیحیه، ما سعی میکنیم که دیدگاه مسیحیت رو کلن در مورد انبیا و در آخر سر در مورد هویت مسیح یعنی عیسی مسیح مطرح بکنیم، که جای خیلی سوال خواهد بود قطعا برای خیلی از بینندگان ما. برای همین اگه یادتون باشه، من در ابتدا عرض کردم که خب چون ما از بچگی شنیدیم که خدا 124 هزار پیغمبر فرستاد و برای هر ملتی یه پیامبر، عرض کردم که طبق کتاب مقدس در کتاب مقدس همچین چیزی نیست، نیومده که مثلا خدا برای چینی ها پیغمبر مخصوصی فرستاده باشه. این پیامبرانی که ما ایرونی ها طبق سنت اسلامی باهاشون آشنا هستیم، اینا همه
پیامبران یهود بودن. بله. از نسل ابراهیم. و عرض کردم که ما طبق مسیحیت، من نمیخوام به عقیده کسی توهین کنم، ما پیامبر اولوالعزم نداریم. پیامبر اولوالعزم یعنی چی؟ یعنی که 5 تا پیامبر از بین این 124,000 پیامبر اولوالعزم بودن، یعنی رسالت جهانی داشتن. مثلا خب بین ما ایرونی ها تصور بر اینه که حضرت موسی یک دین جهانی آورد، در حالی که خب یادم هست در برنامه 2 هفته پیش من عرض کردم که رسالت حضرت موسی فقط این بود که قوم اسرائیل رو، بنی اسرائیل رو از سرزمین مصر بیاره بیرون و وارد سرزمین کنعان که امروز فلسطینه بکنه و یک قومی برای خدا به وجود بیاره. این اون چیزیست که ما مسیحی ها و یهودی ها هم اعتقاد دارند و داریم. و نکته مهمی که عرض کردم و خیلی روش تاکید کردم این بود که بعد از طوفان نوح متاسفانه هم طبق شهادت کتاب مقدس و هم طبق شواهد تاریخی همه ملت‌های دنیا بت‌پرست بودن، چندگانه پرست بودن. و یادتون هست که عرض کردم که این بت‌پرستی این نبوده که یه مردم یه مجسمه رو که خودشون درست کردن بپرستن، مردم این بت رو مظهر سمبل یک خدایی میدونستن که نادیده است، که طبق تعلیم پولس رسول اینها ارواح خبیث هستن که قدرت هایی رو در عالم روحانی تشکیل میدن، ریاست ها، قدرت ها که در رأس اون شیطان قرار داره. و این کاهنان بت‌پرست واقعا کارهای حیرت انگیز میکردن. بله. خب و مردم رو فریب میدادن که نمونه آوردیم که دوستان میتونن روی یوتیوب این رو ببینن. بله. در نتیجه خدا برای اینکه فرمان روایی خودش رو روی زمین بین بشر اشاعه بده، انتشار بده، خیلی با تحمل و مدارا عمل کرد. خدا تصمیم گرفت که برای خودش یک قومی تهیه بکنه، تشکیل بده و احکامش رو به این قوم بده، اینها رو به تدریج از تصور باطل، این تصور باطل که هر قومی یه خدا داره، نجات بده. چون بنی اسرائیل تصور میکردن که گرچه یهوه خدای ملیشونه، ولی هر ملتی هم ملت مثل مصری ها که 400 سال اونجا مهمون بودن، اونها هم خدایان خودشونو دارن. ولی خدا با صبر و شکیبایی وجدان اخلاقی و مذهبی این بنی اسرائیل رو داشت شکل میداد و گفتیم که برای این کار اول یه فرد رو انتخاب کرد، حضرت ابراهیم. بله. و ایشون به خدای متعال یعنی خدای نادیدنی آسمان ها ایمان آورد و از نسل ایشون نوه ایشون یعقوب بود که خدا اسمشو تبدیل کرد به اسرائیل. یعنی چی؟ شاهزاده خدا. خب و از این آقای اسرائیل یا یعقوب 12 تا پسر به وجود اومدن که بهشون میگفتن بنی اسرائیل. و این بنی اسرائیل به مصر کوچ کردن، 400 سال اونجا موندن، تبدیل به یک قوم بسیار کثیر شدن. و وقتی که فرعون جدید، یعنی در سلسله جدید فرعون ها سلسله جدیدی
حکومت رو به دست گرفت، شروع کرد به ظلم کردن به یهود، به این بنی اسرائیل، و خدا موسی رو فرستاد که اینها رو از مصر بیاره بیرون طبق وعده‌ای که به ابراهیم داده بود، و در پای کوه سینا در شبه جزیره سینا احکام خودش رو با این ملت، با این قوم منعقد کرد و اونها هم گفتن بله ما این احکام رو میپذیریم. به این میگیم عهد، پیمان. یعنی خدا سهمی در این پیمان داشت، قوم اسرائیل هم سهم خودشونو داشتن و این یه توافق بود. طبق این توافق این بنی اسرائیل تبدیل شدن در پای کوه سینا به ملت خدا، و تحت این عنوان اینا وارد سرزمین کنعان شدن و خدا دستور داده بود که این اقوام کنعانی رو که بت‌پرستی فجیعشون و فاسدشون دیگه به نهایت رسیده بود، خدا دستور داد که بنی اسرائیل اینها رو از بین ببرن. بله. که دیگه وسوسه بت‌پرستی پیش نیاد و این یک قومی باشه که یکتا پرست باشه و احکام خدا رو داشته باشه، به این منظور که به تدریج شاهدی باشه بر یگانگی خدا، بر وحدانیت خدا در بین اقوام مختلف. اما این یک روزه انجام نشد. مثلا اگر فرض کنیم طبق نظر دانشمندان حضرت موسی 1400 سال پیش از میلاد مسیح بود، متاسفانه حدود 800-900 سال طول کشید که این قوم اسرائیل که دیگه الان ما بهشون میگیم یهودی، اینها واقعا یک بار برای همیشه بت‌پرستی رو بذارن کنار و فقط یگانه پرست باشن. چون عرض کردم که قوم اسرائیل تصور میکردن که خدای اجدادیشون یهوه است، ولی این کنعانیان هم که بینشون زندگی میکردن و خدای بل رو پرستش میکردن و حتی بچه هاشون رو برای او قربانی میکردن، اونها هم خداشون اینه. در نیچه گاهی اوقات میرفتن بل رو میپرستیدن که این بل خدای باران و حاصل خیزی بود، بل بارون بفرسته. گاهی اوقات برمیگشتن به سوی یهوه و 700-800 سال این وضع ادامه داشت، گرچه خدا انبیایی فرستاد، اما انبیا نه در معنایی که ما در ایران میشناسیم. منظور ما انبیا مردان خدا بودن که پیام خدا رو به قوم اسرائیل میرسوندن، فقط وظیفه‌شون همین بود، یعنی رسالت جهانی نداشتن. مثلا حضرت داوود که پادشاه هم بود رسالت جهانی نداشت، گرچه ازش کتاب مونده، ولی ایشون پادشاه و نبی قوم یهود بود. خب تا اینکه کار به جایی رسید که خدا مجبور شد قوم یهود رو تنبیه کنه. 600 سال قبل از میلاد مسیح بابلی ها اومدن، با اینکه شخصی به اسم ارمیای نبی میگفت که خدا میفرماید که تسلیم پادشاه بابل بشین و الا شهرتون و این معبدی که بهش امید بستید ویران میشه، مردم با گردنکشی و سرسختی پیام ارمیا رو رد کردن و بالاخره نبوکدنصر پادشاه بابل و لشکرش ریختن اورشلیم رو گرفتن، معبد رو هم ویران کردن، معبدی که امید یهودیا بود. ولی ارمیا گفته بود که گرچه خدا شما رو تنبیه خواهد کرد، ولی این ابدی نخواهد بود. 70 سال بعدش خدا شما رو دوباره به این سرزمین
برمیگردونه. و این آزادی به دست کی انجام شد؟ کوروش بود فکر کنم. بله. کوروش کبیر که برای ما ایرونیا جای افتخار داره. منشور آزادی، اون سنگ استوانه این شکل که فکر میکنم تو موزه بریتانیا است. بله. کاش تو ایران بود. این واقعا در 2500 سال پیش یک نوآوری بود که یه پادشاهی بیاد بگی همه ملت‌ها از نظر مذهبی آزادن. یهودیان برگشتن به مملکت خودشون فلسطین. و اینجا بود که خدا به اولین هدفش رسید. و دفعه پیش ما برنامه‌مون اینجا خاتمه یافت که وقتی یهودی‌ها برگشتن دیگه اونقدر متنبه شده بودن که یک بار بر همیشه از بت‌پرستی دست کشیدن و یکتاپرست شدن. اما یکتاپرست از چه نوعش؟ وسواسگونه. وسواسگونه. درسته، بله. طوری که حالا اینجا چون نمک پاشیدین رو زخمای من، یه دکته‌ای رو تو پرانتز بگم. اسم یهوه خب که تو عبری مثل عربی و فارسی با 4 حرف نوشته میشه و ا او موقع خوندن اضافه میشه. بله. خب اینها چون خدا گفته بود در 10 فرمان موسی فرموده بود که نام خدا را به باطل نبر، اینها در معبد و کنیسه ها وقتی قرائت میکردن تورات رو، هر وقت میرسیدن به این اسم، این اسم رو تلفظ نمیکردن، به جاش میگفتن ادونای یعنی ارباب. طوری که بعد از یه مدتی در نسل‌های بعدی از جمله روزگار عیسی، گرچه توی نسخه‌های تورات و نوشته‌های انبیا این اسم نوشته می‌شد یه ه و ه، ولی هیچ کس نمی‌دونست تلفظش چیه. بله. امروز هم هیچ دانشمندی نمی‌دونه تلفظ. یهودیا قبل از تبعید بابل این اسم رو چطوری تلفظ می‌کردن؟ تا اینکه در حدود سال 1850 یعنی 178 سال پیش یه گروهی تو آمریکا به وجود اومد به اسم چی؟ شاهدان یهوه. خب شما از یه شاهد یهوه بپرسید که این اسم رو به قول فیلم مارمولک از کجاتون در آوردی؟ من از هر کدومشون پرسیدم گفتن نه، جواب ندادن. گفتم شما از کجا میدونید که تلفظ این یهوه است؟ شاید یهوه است، شاید یهوه، نمیدونید، اصلا مشخص نیست. یعنی حالا بینندگان ما حتما با شاهدان یهوه برخورد داشتن، چه تو ایران چه در اروپا و آمریکا. اینو بپرسید، اگه تونستن جواب بدن، و با این شرط که بگید که بعد از تبعید بابل یعنی 500 سال قبل از مسیح یهودیا دیگه این اسمو تلفظ نمی کردن. به هر حال حالا این پرانتز بود. ما میرسیم به یه دوره‌ای که میخواییم ببینیم که یهودیا بعد از تبعید بابل پیشگویی های انبیای خودشون رو در مورد ظهور یه نفری که بهش میگفتن مسیح موعود چه تصوری داشتن؟ از این پادشاهی که میبایست نه فقط پادشاه قوم اسرائیل باشه، بلکه پادشاه جهانی باشه که تمام دنیا رو به طرف خداپرستی و یکتاپرستی هدایت کنه. بله، ما به این مرحله بله. رسیدیم. پس میخواید ما این مرحله رو در چند دقیقه بعدی بررسی بکنیم؟ خسته شدم من؟ نه
فکر می‌کنم دارین یواش یواش خسته میشه نه که خیلی ممنون برادرم، شما خیلی اتفاقا چکیده قشنگی رو از عهد عتیق رو در واقع خیلی خلاصه بار گفتین و این خیلی زیبا هست و الان داریم یواش یواش میرسیم به هدف اصلی این برنامه‌مون که حالا ببینیم که هویت مسیح و اینکه این مسیحای یا اون ماشیه کی بود و چه انتظار یهودیان از اون داشتن. خب ببینید، اینو من باید خدمتتون عرض کنم که تا سال 330 قبل از میلاد که حکومت هخامنشیان بر از هندوستان گرفته تا مصر رو شامل میشد، هخامنشیان خیلی آزادمنش بودن از نظر مذهبی. خب در این بین یهودی هم آزادی مذهبی داشتن و از نظر مذهبی تحت هیچ ظلم و ستمی نبودن. در نتیجه زیاد به فکر پیشگویی هایی که انبیا در مورد ظهور یک پادشاه جهانی که بهش میگفتن مسیح موعود، پادشاه موعود، زیاد گویا تو قید و بند این هم چون راحت زندگی میکردن. تا اینکه چی شد؟ یه آقا پسری به اسم اسکندر کبیر که ما بهش ایرونی ها میگیم اسکندر گجسته، گجسته برخلاف خجسته است، یعنی اسکندر ملعون. من حالا موزگیری نمی کنم، به من مربوط میخواه حالا کبیر باشه یا گجسته باشه، بالاخره اینا اومدن امپراتوری عظیم هخامنشی رو شکست دادن و وارث این امپراتوری عظیم شدن. خب ببین، یعنی حدود 250 سال قبل از میلاد مسیح هستیم. وقتی اسکندر در سن 31 دو سالگی فکر کنم در تو افغانستان یا اینجور جاها بود که مرد، حکومتش بین 4 تا سردارش تقسیم شد. اونایی که تو مدرسه تاریخ ایران رو خوندن که هیچ کدوم یادشون نمونده، من خیلی دوست داشتم و مثلا تاریخ قبل از اسلام رو خیلی دوست داشتم، دوره ما که دوره نظام قدیم بود، ما کلاس پنجم یک کتاب بزرگ داشتیم با عکسای رنگی در مورد تاریخ ایران قبل از اسلام. شما هم که حافظتون خوبه، حتما خیلی ها زبط شد تو ذهنتون. بله. و برای اطلاعاتون، من این کتاب اونقدر دوست داشتم که از ایران با خودم آوردم. جدیه؟ خرج داره اگه بیننده ها بخونده. بله بله، اون اصلا خرج کله پاچه دیگه. بله. اون اصلا واقعا دیگه از زولوبیا بامیه میگذره. زولوبیا بامیه برای سوالای معمولیه. بله درست. بله. بله. برگردیم سر بحث. بله. جانشینان اسکندر که همه یونانی بودن، افرادی بودن که نسبت به فرهنگ و زبان خودشون بسیار تعصب داشتن. مشکل یهودیا از این زمان شروع شد. بله. چون این یونانی ها که اینو داشتم میگفتم که یکی از سردارهاشون به اسم سلوکوس پادشاه ایران و افغانستان و این منطقه شد که ما یه سلسله‌ای داریم در تاریخ خودمون به اسم سلوکیان که قبل از اشکانیان بودن. حالا نمیدونم مثلا بینندگان ما این اصلا یادشونه یا نه. در خاورمیانه هم که فلسطین هم جزوش بود، یه آقا پسر دیگه‌ای پادشاه شد و اینا شروع کردن به زور گفتن به یهودی‌ها که آقا دینتون رو ول کنید، مثل ما یونانی معاب بشین، بت بپرستین. و حتی یکی از اونها به اسم اپیفانس که بسیار ظلم کرد به یهودیا، اولا ببخشید اجازه نمیداد که یهودیا پسرانشون رو ختنه کنن، طبق حکم صریح خدا از زمان ابراهیم تا اون روزگار که به موسی هم اینو تکرار کرد و کارو به جایی رسوند که یهودیایی که خوک رو نجس میدونستن، ایشون اومد
یه خوک رو رو قربانگاه معبد مقدس قربانی کرد. بله. خب و به زور میگفت که شما دیگه نباید عبری حرف بزنید یا آرامی، باید یونانی حرف بزنید. به این ترتیب اولا یه نکته مثبتی که پیش اومد، همونطور که امروز انگلیسی زبان بین المللیه، در اون زمان هم از هندوستان گرفته تا مصر یونانی تبدیل شد به زبان، بهش میگن تو لاتین لینگوا فرانکا، یعنی زبان بین المللی. مثلا خود عیسی ناصری و رسولانش یونانی بلد بودن. خب این یه نکته مثبت بود که یه فرهنگ متحدی در تمام این قسمت مهم از دنیا به وجود اومد. اما ظلم یونانی ها به ملت های مختلف رو نمیتونی فراموش کنی، خصوصا به یهودی هایی که نسبت مذهبشون بسیار پایبند بودن. و این ظلم به جایی رسید که یه بار توی یک روستایی حدود 150 سال قبل از مسیح، بذارید من نگم مسیح، بگم عیسی ناصری، چون که مسیح اسم فامیل، اسم خانوادگی عیسی نیست، عنوانشه. ما میگیم عیسی ناصری که همون مسیح موعود بود. خب دوستان ما که آشنا نیستن باید بدونن که مسیح رو، عنوان مسیح رو شاگردا به عیسی ناصری دادن که به مفهوم مس شده میشه، مس شده است. بله. یعنی پادشاهی که از طرف خدا مس شده، یعنی چی میگن، رسالت پیدا کرده با تایید الهی. خب یه بار یکی از مقامات یونانی، یکی از سردارها توی روستایی یکی از کاهنان یهودی رو مجبور داشت میکرد که خوک قربانی کنه. یک مرتبه این آقا و پسراش دست به اسلحه بردن، قیام کردن، تمام اون سردار رو، سربازاش رو کشتن و یه قیام ملی به وجود اومد که اینا رو میگن خانواده مکابی. مکابی یعنی چکش، چکشی. و اینا برای 100 سال استقلال سیاسی یهودی ها رو باز به دست آوردن. خب این ماجرا توی اون 9 تا کتابی ذکر شده که کاتولیکا و ارتودکس ها توی عهد عتیقشون حفظ کردن. کتاب اول مکابیان و کتاب دوم مکابیان. یک آقای دانشمندی در ایران به اسم پیروز سیار این 9 تا کتاب رو ترجمه کرده. اسم کتاب هست کتب قانونی ثانی. خب اگه اشتباه نکنم نشر نی در ایران چاپ کرده. البته تو سایت irankatholic.com که من مرتب همیشه بهش اشاره میکنم، اونام ترجمه خودشون رو از این 9 تا کتاب دارن، کتب برحق ثانی. خب چون خود کاتولیکا و ارتودکسا این 9 تا کتاب رو کتب قانونی اول نمیدونن، میگن ثانی. یعنی اون 39 تا کتاب عهد عتیق که پروتستان قبول دارن اونا جایگاه اول رو دارن، این 9 تا جایگاه ثانوی دارن. خب این خودش ماجراییه که حالا توی بحث دیگه شاید بگم. داستان مکابیان رو میگفتن. بله. برای 100 سال مکابی ها استقلال سیاسی فلسطین رو، یهودی ها رو تأمین کردن، یونانی ها رو که پس زدن. و اینجاست که ما نخستین نشانه های انتظار یهودی ها از مسیح موعود رو میبینیم. یعنی یهودی ها میگفتن
این یهودای مکابی و خاندانش که 100 سال زندگی حکومت کردن، اینا مسیحن، اینا همون پادشاه موعود هستن. اما اینها کم کم به فساد کشیده شدن و این مصادف شد با زمانی که پدیده‌ای به وجود اومد به اسم حکومت روم. رومی ها از ایتالیا شروع کردن و کم کم تمام ممالکی رو که تحت حکومت یونانی ها بود تصرف کردن و در سال فکر کنم 63 قبل از میلاد پومپی جنرال رومی فلسطین رو فتح کرد. خب رومی ها دین یهود رو دو فاکتو پذیرفتن، یعنی به عنوان واقعیت پذیرفتن. دیگه مثل یونانیا نمیگفتن شما باید بت پرست بشین، ولی کاری که میکردن ظلم بود. یعنی اونطور که ما امروز میگیم رژیم اشغالگر قدس، رومی ها رژیم اشغالگر قدس بودن، یعنی سرزمین یهودی ها رو اشغال کرده بودن، تحقیرشون میکردن، احکام ظالمانه، احکام اجتماعی مدنی ظالمانه برشون تحمیل کرده بودن و مالیات میگرفتن. و یهودی هایی که 100 سال طعم آزادی رو چشیده بودن میگفتن ما نمیخواییم تحت حاکمیت و سلطنت یک ملت ظالم بت‌پرست باشیم، ما نمیخواییم به امپراتور بت‌پرست مالیات بدیم. خب مثلا یکی از قوانینی که رومی ها داشتن که مال خودشون نبود، از هخامنشی ها به ارث برده بودن، این بود که میگفتن که اگر یه سرباز رومی یه باری رو داره با خودش حمل میکنه، طبق قانون رومی میتونه به هر یهودی چون ملت تحت اشغالن بگه که بیا این بار منو یه میل، یعنی حدود 1.5 کیلومتر و نیم ببر، و اون یهودی مجبور بود این کار رو بکنه. نشون به اون نشون که مسیح عیسی ناصری در موعظه بالای کوه میگه اگر کسی تو رو برای 1 میل مجبور کرد تو 2 میل باهاش برو. اصلا بر میگرده به اون جریان. بله. اون زمان. بله. خب و وقتی عیسی ناصری این حرف رو میزد، شنوندگانش اون روز میفهمیدن که منظور عیسی اون سرباز رومی است که اون گوشه وایستاده. خب ما امروز نمیفهمیم منظور چیه. برادرمان عزیز، من فکر میکنم که شما به نقطه مهیج داستان رسیدید. نه بابا. برای اینکه بیننده هم اشتیاق بیشتری داشته باشن ادامه رو مشاهده بکنن و همینطور شما هم یک آبی بنوشین و گلوتون رو تر بکنید، میخواهید یک استراحت کوتاهی بکنم اگه موافق هستین. دوستان عزیز، امیدوارم که از صحبتی که تو الان برادرمان کرده استفاده لازم رو کردین. فقط می‌خواستم بگم طبق قولی که ما دادیم، سوالاتی رو که شما برای ما فرستادید حتما در بخشی از برنامه، حالا بخش دوم یا سوم، از برادرمان می‌پرسیم، ایشون در جریان سوالاتتون هستن. ولی در این حال خطوط ما باز هستن، میتونید در طول برنامه تحت الامکان در رابطه با موضوع برنامه با ما در تماس باشید، چه از طریق پیامک، ایمیل یا از طریق تماس تلفنی، و برادر آرمان مطمئناً تا حدی که بتونن جوابگوی سوالات شما خواهند بود. پس میریم میوزیک ویدیویی رو مشاهده میکنیم و برمیگردیم.
دوستان عزیز، امیدواریم که برنامه ما رو دنبال میکنیم و به صحبت‌های شیرین و داستانواری که برادر آرمان عزیز با ما در میان گذاشتن گوش دادید. برادر آرمان عزیز خیلی ممنون، خیلی سیستماتیک داری مطالب رو توضیح میدید، آدم میره در بحر داستان متوجه نمیشه وقت که گذشت. خب برادر آرمان عزیز، برای اینکه بحثمون رو به جایی برسونیم و بعد به سوالات بینندگان برسیم، ما تا جایی رسیدیم که شما گفتید که یهودیان تحت ظلم رومی ها بودن و در وضعیت سختی بودن. چی میشه بعدش؟ مثل داستانه مهیجی که آدم میخواد ببینه آخر سر چی میشه. بله، تو این دوره بود. قبل از که من بگم چی میشه، باید خدمت رو عرض کنم که رومی ها سیستمی داشتن که پادشاهان دست نشانده تعیین میکردن برای هر منطقه ای. یعنی الزامن هر منطقه ای مستقیماً تحت حاکمیت خود امپراتور نبود. مثلا در یهودیه شخصی رو پادشاه کردن، پادشاه دست نشانده به اسم هیرودیس. هیرودیس استقلال شخصی و سیاسی نداشت، از طرف رومی ها منصوب شده بود و معمولا هم یه پولی میدادن، رشوه میدادن که مثلا خودش رو پادشاه بکنن، نه اون یکی رو. خب برای همین خب تو انجیل ها میخونیم که عیسی در زمان هیرودیس به دنیا اومد که امپراتور روم مثلا اوگوستوس بود. خب این تو لوقا فصل 3 اومده. اما برگردیم به ماجرا. در این خصوصا در این 60 سال قبل از میلاد مسیح بود که یهودی ها واقعا داشتن توجه میکردن به پیشگویی هایی که در مورد یه پادشاه، ظهور یه پادشاه جهانی که از مستقیما از طرف خدا میاد و بعضیا عنوانش رو میذاشتن مسیح، یعنی مسح شده. حالا بعد خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم که در سیستم یهودیا و بنی اسرائیل، بعد آرمانزدین بخشید حرفتون یادتون نره چون شقایق پشت خط هستن، با اجازتون اینو اگه یادتون باشه بعد میایم. شما شقایق عزیز بفرمایید، در خدمتتون هستیم. سلام خدمت شما، روزی خانم عزیز و خوشتاد آلمان. بله سلام، خواهش میکنم. سلام میکنم. خیلی ممنون شقایق جان، بفرمایید. خواهش میکنم. زن برنامه ها و همچنین برنامه پایه های ایمانشون که خیلی از حقایق رو برامون روشن کردن. تشکر فراوان میکنم از استاد آرمان که ایشون حرف و عملشون رو
با همدیگه رو تصویر می کشن و همین به فهم ما و به عمل ما نوعیمانه کمک می کنه که بتونیم خدا کنه که بتونیم دنبال روی همچین یعنی واقعا کارهای استاد آرمان باشیم و همچنین بتونیم هم درسته رو تردیخی می گیریم بتونیم که زندگی هم به عمل بیاریم هم که ایمانم رو قوی‌تر کنید. خیلی خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. تشکر خیلی زیادی می‌کنم. واقعا ممنونم. مرسی. تشکر. خیلی ممنون. شهرجان، آیا مورد یا سوالی داشتین یا هدفتون بیشتر فقط تشکر بود؟ همین من مثالا و دقیقا توی برنامه از جوابه جوابای استاد آرمان می‌گیرم. چه تو برنامه شاخه‌های مسیحیت چه در این برنامه. خب ایشون همه سوالا رو هم دوستان عزیزم که زنگ میزنن من دقیقا سوالای خودم رو میگیرم و اینکه تو همین پیشبرد برنامه ایشون خودشون هم باز بحثای بیشتری رو میگن ممنون میشم. من نکته برداری میکنم خیلی ازتون ممنونم. زنگ زدم که واقعا از برنامه خودتون و استاد آرمان و شما عزیزان تشکر کنم. مرسی شقیق جان، ممنون از تماستون و تشویقاتون و واقعا بله برادرمون به زیبایی مطالب رو توضیح میدم و جواب سوالات گویا خیلی از بیننده هست. تجارت مجبورم برم زیر این موزه. غریق نجاتی موجود نیست برادرمون. ما رو در اقیانوسی از خجالت غرق میکنین و غریق نجات هم نمیفرستین. بله برای دوستان فکر میکنم در طول برنامه ها با اصطلاحات شما آشنا بشن. بله. در صورت ممنون از تماستون. خب برادرمان عزیز بله. برگردیم. بله من بعد برای اطلاع دوستان ایرانیمون که مسیحی نیستن بدونن که مسیح اسم خانواده اسم فامیل عیسی ناصری نبود. درسته. مثلا داوود هم مسیح خونده میشد. چون داشتم اینو میگفتم بله تو سیستم شریعت موسی کاهنها و پادشاهان رو با روغن مس میکردن. این روغن مظهر روح القدس بود، یعنی تا این روغن رو نمیریختن انگار این شخص مسح الهی توسط روح القدس رو نداشت. برای همینه تو کلیساهای کاتولیک و ارتودکس وقتی کسی تعمید میگیره و تایید میشه، وقتی میخوان تاییدش بکنن که بتونه عشای ربانی بگیره، همین کار رو میکنن. یعنی شخص رو با روغن یه صلیب رو پیشونیش میکشن و میگن این تعمید روح القدس یا مس روح القدسه. اینا اینطوری میگن. البته باز اینم بهتون بگم که تو این 10 سال اخیر من شنیدم بین بعضی پروتستان های جدید مد شده که روغن زیتون میخرن و در و دیوار و افراد رو با روغن مس میکنن. خب این برای من جالبه چون تو سیستم پروتستان همچین رسمی وجود نداشته هیچ وقت و این جدیده. بیمارا رو هم گویا که گاهی وقتا با روغن مس میکنه. بله بله در صورت بحث متفاوتی. آره اون بحث متفاوتی. چی میگفتن؟ خب برگردیم همون سر که آمی که مس شدن. بله اینجا بود که یهودیا واقعا داشتن دعا میکردن، آه میکشیدن که ای خدا پس اون وعده‌ای که برای ظهور اون پادشاه مس شده یعنی مسیح دادی چی شد؟ خب من فکر کنم امروز ما بتونیم این نکته رو بگیم و بعد بپردازیم به جواب دادن به سوالات. این که ببینید در عهد عتیق یعنی تورات موسی و نوشته های انبیا و مزامیر داوود پیشگویی های مختلفی شده. این پیشگویی ها مربوط به جنبه های مختلف آینده می شد. خب ولی وقتی یک یهودی یا حتی ما امروز عهد عتیق رو می خونیم نمی تونیم تشخیص بدیم که مثلا این پیشگویی حضرت داوود مربوط به یه جنبه است، پیشگویی اشعیا مربوط به یک جنبه دیگه از آینده است. حالا من یه نمونه
چیز میارم، ملموس میارم. من که بچه بودم، خیلی کوچیک بودم، خب تهران اصلا اینقدر بزرگ نبود و آلودگی هوام نبود. من قشنگ کوه البرز رو میدیدم، به خصوص قله توچال رو. و برای من اون قله توچال که همیشه تقریبا حتی تو تابستون برف روش بود، مثل مادر شهر بود. یعنی احساس میکنم این مادر ماست. و چون هیچ کوه نرفته بودم، فکر میکردم ما اگر همینطور با ماشین بریم، یه مرتبه به یه جایی میرسیم مثل دیوار که کوهه و مستقیم میره به اون قله توچال. تا اینکه وقتی جوان شدم و شروع کردیم رفتم به کلکچال و نمیدونم اینجور جاها، دیدم نه، این کوهی که من فکر میکردم مثل یک دیوار یه پارچست مستقیم میره تا توچال، نه، این یه کوه کوچولوی مثلا 200 متر ارتفاع اینطوری میره بالا، بعد میاد پایین، بعد بلندی بعدی مثلا 500 متره، دوباره میاد پایین. این یه رشته پشت سر هم کوهه که آخرش قلهش توچاله. ببین این نکته رو باید خدمت بینندگان عرض کنم، که به خصوص خدمت ایمانداران، که پیشگویی های عهد عتیق و حتی پیشگویی های مسیح عیسی ناصری در مورد روزهای آخر همین حالتو داره. ممکنه وقتی ما از دور، مثلا من از بچگی که دور از کوه زندگی میکردم، از دور یه تیکه به نظر برسه، ولی وقتی نزدیکش میشه میگه نه، این بالا پایین داره همینطور میره بالا تا به توچال میرسه. خب یهودی ها وقتی اینا رو، این پیشگویی ها رو میخوندن، فکر میکردن وقتی مسیح موعود ظاهر بشه، یک مرتبه فوراً نه فقط رومی های اشغالگر رو نابود میکنه، بلکه طبق همون پیشگویی ها هم تمام دنیا رو تحت تسلط فرمان روایی خودش، که بهش میگفتن پادشاهی خدا، یا به اصطلاح ترجمه قدیمی کتاب مقدس ملکوت خدا، اینا رو همه رو یه پارچه میدونستن. بعد آمان در رابطه با پیشگویی ها صحبت شد، آیا واقعا یهودیان مثلا به پیشگویی که مثلا در اشعیا باب 53 شده در رابطه با خب عیسی و مرگش، رنج و مرگ عیسی، آیا به این نوع پیشگویی اعتقاد هم داشتن؟ یعنی معتقد بودن حالا این مسیحایی که بعدن میاد قرار هست بمیره، یا اینکه اینو الزاماً در رابطه با اون مسیحایی که اعتقاد داشتن که میاد نجاتش رو میده نمیدونستن؟ نمیدونم در این مورد من اطلاعاتم کافی نیست. بله. ولی میدونم که بعضی چیزها رو زیر سیبیلی رد میکردن. خب مثلا در مورد مسیح موعود، برای یک یهودی این آیه مثلا خیلی مهم بود، از مزمور 110: خداوند به خداوندگار من گفت. منظور از خداوند یعنی یهوه. بله. خب به خداوندگار من، یعنی به ارباب من که منظورش همون مسیح، گفت به دست راست من بنشین تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم. خداوند عصای اقتدار تو را از صهیون دراز خواهد کرد و در میان دشمنانت فرمان روایی تا در میان دشمنانت فرمان روایی کنی. خب بله. یا مثلا مزمور 2 که خیلی مهمه، که مزمور مسیحاییه، یعنی وعده مسیح رو میده. حالا دو سه روز صبر کنید من این مزمور 2 رو پیدا کنم. میگه پادشاه، آیه 2: پادشاهان زمین به صف میشوند. ببین پادشاهان زمین یعنی دنیا، و فرمان روایان
به مشورت می نشینن بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او. بله. آن که در آسمان ها جلوس کرده می خندد، خداوندگار ریش خندشان می کند. به غضب خیش ایشان را هراسان خواهد کرد، خواهد گفت من پادشاه خود را نصب کردم بر کوه مقدسم صهیون. درست. خب براشون خیلی مهم بود، میگفتم ببین پادشاهه. در زکریا پیشگویی‌های شده در مورد پیروزی‌های این مسیح موعود. پس در واقع دیدی که داشتن که یک پادشاه پیروزمندی میاد، نه یک خادم رنجبر. نه. بله. حالا اینکه ربی‌ها یعنی علمای دینی یهود در مورد قسمت‌های مثل اشعیا 53 که به رنج‌های یه شخصی خادمی که اونجا نگفته این مسیح خواهد بود، ولی مشخصا گفته این رنج خواهد کشید و ولی بعد از مرگش زنده خواهد شد، بله. یا مزمور 22 بله. که میگه دست و پای منو سوراخ کردن، گاوهای وحشی دور منو گرفتن، بله. همه به من ریشخند میزنن، استخونامو میتونم بشمرم. بله. خب نه، من نمیدونم، ببین در این لحظه که اینجا نشستم نمیدونم اونا اینا رو چه تفسیر میکردن یا چه برداشتی دارن. کاش زودتر گفته بودی تحقیق میکردم. بله. نمیدونم، من به فکر خودم نرسیده بود که اونا چی فکر میکردن، ولی بدون برو برگرد اینها اعتقاد به یک پادشاه پیروزمند داشتن که بیاد و حکومت روم رو ساقط کنه و قوم اسرائیل رو در رأس تمام دنیا قرار بده. در چنین شرایطی میبینیم که بعضی ها ظهور میکردن که یکیشون اسمش تو اعمال رسولان اومده به اسم یهودای جلیلی که ادعا کرد من مسیح موعودم و علیه روم قیام کرد، ولی رومی ها در نطفه خفش کردن و ده ها هزار نفر یهودی کشته شدن. خب در چنین تب و تابی بود که یه مرتبه یه خبری به گوش میرسه. چوپانا تو صحرا بودن، فرشته ها یه مرتبه ظاهر میشن به این قشر محروم و مطرود اجتماع، مطرود، مژده میدن که مسیح نجات دهنده مولود شده. الان برید ببینید تو یک آخر تو قنداق پیچیدن، برید ببینید. میرن میبینن و میان به همه خبر میدن، چون فرشته ها رو دیده بودن و علامت رو هم رفتن دیدن. بعد از یه مدتی چند نفر آدم برجسته میان به اورشلیم، میگن ما ستاره‌ای دیدیم که نوید بخش ولادت میلاد یک پادشاهه و ما فکر کردیم این پادشاه باید پادشاه یهودیا باشه. مستقیما بردن کجا؟ دربار هیرودیس. هیرودیس ترسید و مسیح به دنیا اومده. گفت این آقایون پرسیدن که کجا باید به دنیا بیاد. هیرودیس هم نمیدونست، از کاهنا و علما پرسید، اونا گفتن در بیت لحم، یه ده کوچیکی نزدیک اورشلیم باید به دنیا بیاد. هیرودیس میگه پس برین پیداش کنین، وقتی پیدا کردی به من خبر بدین که منم بیام بپرستم. و انجیل متی فصل 2 میگه تمام اورشلیم مضطرب شدن از شنیدن این خبر. خب قبلا خبر چوپانا رو شنیده بودن، حالا یه خبر جدید میشنون که یه آدمای دانشمندی از مشرق زمین اومدن و میگن پادشاه یهود متولد شده. عیسی به دنیا میاد،
یوسف، حضرت یوسف و حضرت مریم میبرنش معبد که مراسم تقدیسش رو به عمل بیارن. اونجا چی میشه؟ یه شخصی به اسم شمعون پیر میاد تشخیص میده با هدایت روح القدس که این بچه مسیح موعوده و خدا بهش گفته بود که تا مسیح موعود و نبینی نخواهی مرد. و ایشون تشخیصشون در ارتباط مسیح موعود در واقع همون نجات دهنده بشر بوده، یا اینکه یعنی اون اعتقادی نبوده که یهودی‌ها در رابطه باش داشتن؟ نه، احتمالاً ایشون هم مثل همه یهودی‌ها منتظر پادشاهی بود با شمشیر که عزت ملت اسرائیل رو ببره بالا. و بعد یه بیوه زن بسیار مسنی، اون هم با هدایت روح القدس اومد دعا کرد و گفت که خدا رو شکر کنیم برای تولد نجات دهنده. در نتیجه تو همون روز ماهای اول بعد از تولد عیسی ناصری خبر دیگه پیچیده بود که آقا متولد شده. خب بعد بالاخره مریم و یوسف بنا به فرمان خدا میرن مصر که از گزند هیرودیس محفوظ باشن، دیگه ماجرا فراموش میشه تقریبا. ولی اونایی که سنشون بالاتر بود یادشون بود که 30 سال قبل یه همچین خبرایی بود، حالا اون آقا کجاست؟ تا اینکه چی میشه؟ شخص میاد توی بیابون، یحیی که میگه توبه کنید چون پادش فرمان روای خدا نزدیکه، من شما رو با آب تعمید میدم اما یه نفر بین شما هست که شما رو به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. یعنی تب و هیجان انتظار مسیحایی، انتظار یهودیا به مسیح، به ظهور مسیح موعود اوج میگیره و دیگه صحنه آماده است و ما الان آماده ایم تو این بحثمون که واقعا دیگه به هویت عیسای ناصری بپردازیم که ایشون چی بودن، آیا انتظارات سنتی و قدیمی یهودی ها رو، تصوراتشون رو از مسیح موعود برآورده کرد نکرد، آیا یحیی بالاخره مطمئن شد که این عیسای ناصری مسیح موعوده، آیا شاگردانش ایشون رو به عنوان مسیح موعود پذیرفتن، اگر پذیرفتن تصورشون چی بود؟ یعنی نجات دهنده که در ذهن داشتن همون عمل رو انجام داد که اینا انتظار داشتن انجام بده که این بله. موضوعی است که چی در یه برنامه دیگه انجام بده. در خدمت خیلی ممنون برای آرمان عزیز که اینقدر زیبا و شیرین این مطالب رو تا به اینجا شما تقریبا بیشتره که عهد عتیق که خلاصش رو گفتین، عهد جدیدم تقریبا اوایلش رو وارد شدیم. چقدر عالی. و حالا ببخشید قبل از که شما بفرمایید، من میدونم خیلی از دوستان در مورد هویت مسیح که عنوان برنامه ماست سوالاتی دارن که پسر خدا یعنی چی؟ پسر انسان یعنی چی؟ عیسی خداست؟ اگر خداست چرا دعا میکرد؟ اینا هست که ما دیگه الان آماده ایم که وارد این سوالات بشیم که دفعه دیگه بر اساس مندرجات انجیل ها و رسالات رسولان دقیقا به این نکات جواب خواهید. چقدر عالی. خب پس برادر ما میخواید یک استراحت دیگه بکنید که قوت بگیرید. کاش زولوبیا بامیه داشتیم بیشتر انرژی میگرفتین. و دوستان شما هم استراحت کوتاهی بکنید. وقتی برگردیم دیگه در 20-25 دقیقه آتی که داریم میخواییم به سوالاتی که شما قبلا برای ما فرستادیم بپردازیم و در ضمن فرصت است اگر با سوالات یا موضوعات دعایی دارین در اختیار ما بگذارید. پس با ما همراه باشید.
شبانه برهایی دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌مون هستیم. وقت رسیده برای رسیدگی به سوالات شما دوستان، ولی گویا دوست عزیزی اگه اشتباه نکنم به نام ورونیکا از ایران پشت خط هستن. سلام ورونیکای عزیز، بفرمایید. سلام علیکم ورونیکا. سلام خدمتتون، بفرمایید. سلام می‌کنم. خیلی ممنون از برنامه بسیار زیبا و عالی و خدمت برادر آرمان رشدی سلام عرض میکنم. تشکر میکنم، مرسی. و خیلی خوشحالم که ایشون رو دو مرتبه در این برنامه میبینم و خواستم فقط تشکری از برادر آرمان داشته باشم بابت برنامه بسیار جالب و آموزندهشون که خیلی قشنگ تفسیر کردن، خیلی قشنگ اومدن جلو و واقعا برادر جای سوالی برای هیچ کس نداشتی و من خواستم فقط از شما مخصوص تشکر کنم که چشم ما رو قشنگ باز میکنید به کلام خدا، به تفسیرهایی که میکنید و من مشتاقانه منتظر هستم که در جلسه آینده هویت عیسی مسیح رو از زبان شما بشنوم. مرسی. و دعایی که برای شما دارم برادر اینی که هر جا که هستید در آرامی خداوند باشید. آمین. هر جا که میرید در امنیت خداوند. بله. بله. و هر جا که ساکن هستید در فیض خداوند باشید. فیض و رحمت خداوند با شما و خانواده عزیز فتحه‌دل کارخانه. واقعا من فیض و خیلی برنامه های آموزنده ای دارید، دستتون درد نکنه و تشکر میکنم. بله. من ایران تماس میگیرم، حیف که در ایران تشریف ندارید که مهمان خانه من باشید، سر سفره حقیر ما بشید و من برای شما یه فتنجون بفرمایم. آخه بله، چقدر عالی. مرسی. برسه که شما رو از نزدیک ملاقات کنم و این قول فتنجون رو به شما ممنون. آخه چقدر عالی. ممنون ورونیکا جان برای تماستون، برای تشویقایی که کردین از برنامه. برای شما خواهر بازیتا. ممنون، متشکرم. منم با بردارمان تشریف میارم. لطف کردین. مرسی دوست عزیز و من با شما قطعا ممنون، متشکر. مرسی، خیلی ممنون. و من واقعا با ورونیکای عزیز موافقم. بردارمان عزیز واقعا عطای تعلیم رو دارم. من امروزم قبل از برنامه باز بار دیگه بهشون گفتم و ممنون برادر آرمان عزیز که اجازه میدید که ما و بینندگان از این عطیه تعلیم شما و آموخته‌ها و دانشی که از کلام دارید بهره ببریم. بله. حالا من در جواب این همه تعریف و تمجید باید یه واقعیتی رو بهتون بگم، خصوصی بهتون گفتم. بله. ولی حالا در جمع میگم که من خیلی خجالت میکشم وقتی شما این حرفا رو میزنید، این خانم، شقای خانم، دیگران. ولی چون در این 10-15 سال اخیر بولدوزر خدا از رو من رد شده و من تبدیل به یک کاغذ شدم،
قطعا این حرفا یه مقدار برای من جالبه و قطعا باعث غرور من نمیشه، باعث خجالت من میشه. آره خیلی ممنونم. ولی خدا برکتتون بده، واقعا مسیح به وجود شما افتخار میکنیم. فرمودن که در مورد مسیح اومده که نی خورد شده را، نی شکسته را خورد نخواهد کرد و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد. آمین. و قطعا فیض خدا بوده باشم. یه نی خورد شده هستم. بله واقعا. خدا خواسته که استفاده واقعا بودم. و یادتونم نره دوست عزیز قول دادن که برای شما فسنجان درست کنن. خب البته الان یواش یواش سبک داره عوض میشه، چون این اواخر دوستان ما تو انگلستان خیلی فسنجون دادن. آها. من الان دارم متمایل میشم به طرف باقالی پلو با گوشت ماهیچه. ورونیکای عزیز پس این منیو رو هم در نظر داشته باشید. بردارمان عزیز، دوست عزیز پشت خط هستن، فکر کنم معصومه اگه اشتباه نکنم. بفرمایید دوست عزیز، صدای منو دارین؟ سلام خدمت. بله بله سلام خدمت شما. بفرمایید. من میخواستم در آلمان بگوستم که گفتن انسانی به اسلام افتاد، آن ترسید مردم که جنگ شد یا اینکه از خوشحالی اسلام افتاد؟ این سوال بود. من سال چهار سال ایمانی هم هنوز میگم توی سال، و سال دوم هم اینکه چرا به مسیح میگفتن پسر انسان؟ خیلی متشکرم و ممنون هستم از برنامه خیلی ممنون. خیلی ممنونم. لطف کردین تماس گرفتید. ممنون دوست عزیز. برادرم عزیز، من قسمت اول سوالش رو نفهمیدم، شما متوجه شدی؟ نه بله. چون من عرض کردم که وقتی این خبر در اورشلیم پخش شد مردم مضطرب شدن. خب این در انجیل متی فصل 2 آیه 3 اومده، میفرماید چون این خبر به گوش هیرودیس پادشاه رسید، او و تمامی اورشلیم با وی مضطرب شدن. این قسمت بود. خب نمیدونم به قول ایشون آیا خوشحال شدن یا ترسیدن، نمیدونم راستش چی بگم، یعنی نمیخوام جوابی بدم که به قول معروف دنبال نخود سیاه بفرستم. بعد صادقانه بگم نمیدونم. خیلی سوال خوبیه، من تا حالا فکر نکردم که چرا مضطرب شدن. حالا باید برم من تحقیق کنم ببینم مثلا تو یونانیش این کلمه چی بوده. درسته. چرا مضطرب شدن؟ بله. سوال خیلی خوبی، خیلی ممنون. امید خدا اگه جوابی داشتید ممکنه بتونید در برنامه بعدی ارائه بدید. حتما. شما یادآوری بفرمایید. مطمئن باشید من اینا رو برای شما ایمیل میکنم. میدونید. بعد رو من عزیز قسمت دوم سوالشون فکر کنم در رابطه با پسر انسان بود. اگر اجازه بدید من سوال حسن عزیز رو هم که از قبل در همین رابطه بله حسن از ابتدای خلقت جهان تفلک این سوالو داشتم بله و ما واقعا به امید خدا رسیدیم. خجالت زده هستم که تا حالا جواب ندادم ولی الان دیگه میتونم جواب بدم. الان میشه فرصت داد چون که مربوط میشه به سوال معصومه عزیزم. حسن البته میبخشید حسن نبودن، میبخشید بیننده تلفنی سوال کردن، حسن سوال دیگه ای داشتن. بیننده تلفنی گفتن در انجیل حدود 85 بار صحبت از پسر انسان شده، با توجه به اینکه مسیحیان میگویند عیسی پسر خداست، پسر انسان پس کی هست؟ در جایی هم آمده که حضرت عیسی گفت من و پسر انسان با هم میاییم. میشه اینها رو توضیح بدید؟ میخواید قسمت پسر انسان رو اول توضیح حالا بدید. اولا بگم که هیچ جا نیومده که مسیح گفته باشه من و پسر انسان با هم میاییم. من از اون بیننده خواهش میکنم اگر همچین چیزی هست که من تا حالا بعد از 50 سال خوندن عهد جدید ندیدم، به من بگن که این کجا اومده. بله. طبق اطلاعات ناقص من مسیح عیسی ناصری هیچ وقت این جمله رو به کار نبرده، ولی ایشون گفتن، مسیح گفتن که وقتی پسر انسان بازگردد، نه اینکه من و پسر انسان بازگردیم. درسته. خب من یه توصیه‌ای که به همه بینندگان دارم، خصوصا ایمانداران، اونایی که به مسیح ایمان دارن،
اینه که خواهش میکنم این کتاب رو که 2000 سال پیش نوشته شده، خواهشن با عینک قرن 21 نخونین. این کتاب 2000 سال پیش در یک منطقه جغرافیایی، در یک فرهنگ خاص، برای مردمی که زبان خاصی داشتن نوشته شده. مثلا حالا یه نمونه بیارم باز از فیلم مورد علاقم، چی؟ مارمولک. بله. به معنا خب 21 سال ایران نیستم، تو این 21 سال اصطلاحات جدیدی مد شده که توی فیلم مارمولک هم به کار رفته و اون کلمه اینه که فلانی اند فلان چیزه. آخر فیلم مارمولک این آقایی که وانمود میکرد آخوند روحانیه، موعظه میکرد، میگفت خدا اند مروت، اند رحمت، اند و من میگفت اند یعنی چی؟ این کلمه یعنی چی؟ تا اینکه بعد از چند تا جوون آشنا شدم، دیدم اونا این اصطلاح به کار، گفتم سکر ببینم این اند یعنی چی؟ گفتم این کلمه انگلیسیه، یعنی طرف دیگه آخرشه، یعنی حد نهایی فلان کاره یا فلان اخلاقه. ببین ما وقتی میخواییم ببینیم پسر انسان یعنی چی، باید برگردیم 2000 سال پیش به فرهنگ اون زمان و زبانی که اونا به کار میبردن. خب ببین من چیز خیلی ساده‌ای بهتون بگم. در اون فرهنگ وقتی میخواستن بگن که مثلا این طرف آدم عصبانیه، میگفتم این طرف پسر خشمه، نه اینکه اسم پدرش خشم بوده. اینا این اصطلاحشون بوده. بله. که به جای اینکه بگن این آدم عصبانیه، میگفتم پسر خشمه. نمونش چیه یادتون میاد؟ مثلا برادران رد. بله. یعنی یوحنا و یعقوب برادر بزرگش. چرا؟ چون گویا اینا خیلی عصبانی بودن، رعداسا، خشمگین می شدن. نمی گفتن اینا خودشون مثل ردن، می گفتن پسران رد، یعنی اهل این کارن. خب؟ یا مثلا بهترین نمونش برناباه که اسمش یوسف بود ولی لقبش برنابا بود. برنابا یا بارنابا، کاش برادر میلتن بودن، ایشون به آرامی آشوری میگفتن، یعنی پسر نبوت، پسر تسلی. چرا؟ چون خصلتش تشویق و تسلی بوده. و من خیلی خوشحالم که این شخص رو خیلی دوست دارم، برنابا رو خیلی براش احترام قائلم، چون پولس رو برنابا پولس کرد و کسی توجه نداره. ایشون پسر تشویق بود، یعنی آدم مشوقی بوده. خب و اسمش برنابا بود. حالا چرا راه دور بدیم؟ یه آقایی هست به اسم باراباس یا بار ابا. میدونی یعنی چی؟ یعنی پسر پدر. و این حرف زشتی بود، یعنی حرومزاده، یعنی این پدرش معلوم نیست کیه. خب حالا تو زبانه خارجی شده باراباس. حالا ما فکر میکنیم، من بچه هم بودم یه فیلمی درست کرده بودن به اسم باراباس، خیلی جالب بود. ما فکر میکنیم مثلا اسمش بوده. و خیلی جالبه ببین بازی با کلمات و اطلاع از فرهنگ اون زمان چقدر جالبه که دو تا آدم در حضور پیلاتوس هر دو محکوم به اعدام بودن. یکی شخصی بود به اسم یشوع، یعنی همون عیسی، پسر خدا. و یه آقای دیگه‌ای که زندانی بود، رهبر شورش بود، یعنی رهبر چریک های آزادی خواه بود، اسم اونم یشوع بود و لقبش
پسر پدر بود. خب پس وقتی حالا با این توضیحات جانبی برسیم به پسر انسان، پسر انسان طبق نظر من که سواد ندارم، ولی طبق کتابایی که خوندم و دانشمندان میگن، یعنی این آقا یا به ما امروز به اونایی که با نامنگاری اداری آشنا هستن، الان نمیدونم ولی قدیم که من توی شرکت ها کار میکردم جوانیم، مثلا میگفتن این جانب. این جانب یعنی کدوم جانب؟ این جانب یا این جانب؟ این جانب یعنی من، ولی نمی نوشتم من اینطورم، میگفتن این جانب خوشحال است. یه خارجی بخونه ترجمه تحت و لفظی کنیم چی مثلا به انگلیسی چی میشه؟ این جانب میشه this side. This side is very happy. خب ببین ما کتاباس رو اینطوری ترجمه میکنیم، یعنی کلمه به کلمه ترجمه میکنی و معنیش از بین میره. پس شما میگید در واقع بیشتر یک لقبی بود که داده میشد به عیسی. یکی از اینا این بوده، ولی آیا این بود رو هم داشت که خب برها به بود انسانیش هم اشاره میکرد؟ بله دیگه، یعنی این انسان، بله، یعنی من. بله. اما از نظر الهیاتی یه معنی بسیار تکون دهنده ای داره و اون مطابق کتاب دانیال فصل 7 اگر اشتباه نکنم بتونم پیدا کنم، شما یک دو سه ساعت کتاب دانیال نبی فصل 7 آیه 13 دانیال رویا میبینه. چون در رویاهای شب مینگریستم دیدم که به ناگاه کسی مانند پسر انسان با ابرهای آسمان می آید. یعنی یه انسانی رو دیده، وقتی میگه پسر انسان، یه انسانی که منتها چه انسانی؟ انسانی که با ابرها می آید. او نزد قدیم الایام رسید، یعنی خدای ابدی، و او را به حضور وی آوردند، حکومت و جلال و پادشاهی به او داده شد تا تمامی قوم ها. یعنی این هم یکی از پیشگویی هاست، یکی از اون قله های بالا رونده است، تا تمامی قوم ها و ملت ها و زبان ها او را خدمت کنند. حکومت او حکومتی جاودانه و بی‌زوال. و پادشاهی او زایل نخواهد شد. خب این پیشگویی در مورد مسیحه، یعنی کسی که ما بعداً میگیم عیسی ناصری. خب وقتی عیسی میگفت پسر انسان، داشت یکی از اشاراتش این بود. خب و نشون به اون نشون که وقتی عیسی ناصری در دادگاه ناعادلانه کاهن اعظم یهودیان بود، ببین کاهن چی پرسید. هر تهمتی تو اون دادگاه به عیسی زدن، ایشون هیچ جوابی ندادن، طوری که کاهن اعظم عصبانی شد و از شریعت استفاده کرد، عیسی رو قسم داد. و عیسی مطابق شریعت چون قسمش داده بودن باید جواب میداد. گفت تو را قسم میدهم، بگو تو مسیح پسر خدا هستی یا نه. عیسی میبایست جواب بده، گفت هستم، و از این پس پسر انسان را خواهید دید که بر ابرهای آسمان میآید. کاهن اعظم که بی سواد نبودی، این نبوت دانیال رو حفظ بود. یعنی عیسی داشت میگفت من اونم که در آسمان منو به حضور قدیم الایام آوردن و حکومت تمام دنیا و همه قوم ها و
برای ابد به من داده شده. کاهن منظور عیسی رو قشنگ فهمید. گرچه عیسی نگفت من پسر خدا هستم، گفت پسر انسان، کاهن اعظم فهمید که نه بابا، این اصلا ادعاش خیلی بالاست. یعنی میگه من از قدیم خودم بودم و من اصلا پیش خدا بودم. اصلا یه بحث الهیاتی مفصل داشتیم. یعنی پسر انسان بودن فقط یک لقب یا به بُعد انسانیش اشاره نمیکنه، به بُعد الهیاتی. نه، از زبانی همونطور که مارمولک میگه اند فلان، بله. از انسانی مثل برنابا و باراباس و پسران رد اون معنی رو هم داره، بله. ولی عیسی وقتی که میگه پسر انسان باز خواهد گشت، هیچ وقت هم نگفته من و پسر انسان باز خواهیم گشت. اصلا همچین آیه این نیست. بله. عیسی به این داره اشاره میکنه. این آیه از بینندگان خواهش میکنم، مثلا ایمانداران، به این قسمت توجه کنن. و حالا که سرکه ریختین رو زخمای من، بذارید بهتون یه چیزی بگم. طبق همین فصل و یا یه کمی آیه 9 میگه چون مینگریستم تخت‌ها برقرار شد و قدیم الایام جلوس فرمود. قدیم الایام منظور خدای ازلی و ابدیه. اینجا رو گوش کنید. جامعه او چو برف سپید بود و موی سرش چون پشم پاک. خب ببینید، ما مسئله تبدیل هیئت عیسی رو که چند هفته قبل از مصلوب شدنش اتفاق افتاد خیلی سبک تصور می‌کنیم، ولی اون سه شاگردی که اون صحنه رو دیدن کاملا متوجه شدن که جریان چیه. اونا چی دیدن؟ اونا مثل همیشه خواب بودن. وقتی بیدار شدن دیدن چهره عیسی، همینطور که اینجا گفت، جامش سفیده، صورتش مثل خورشید میدرخشه. گفتن این همونه که دانیال گفته، این همون قدیم الایامه، این همون خداست. که حالا در مورد اینکه عیسی خداست دفعات بعد صحبت میکنیم. پس ببین، پسر انسان یه اصطلاح الهیاتی که ما امروز نمیفهمیم. خب باید کلیسا، این وظیفه کلیساست، یعنی بینندگان ما وظیفه ندارن اینها رو بفهمن، باید یه نفر بهشون درس بده. و من وظیفه خادمین رو سنگین میکنم، در نتیجه وظیفه خودم رو که به مردم تعلیم بدم، بگم ماجرا چیه. واقعا خیلی ممنون برادر آرمان عزیز، اینقدر صحبتاتون جالب و آموزنده است که کاش برنامه به انتها نمی رسید. متاسفانه به انتهای برنامه رسیدیم. ممنون که تا به این لحظه ما رو راهنمایی کردیم و جواب بینندگان رو دادید. بینندگان عزیز، از شما واقعا معذور هستیم که فرصت نشد که پاسخ به برخی از دوستان مثل مارکو و دوستان عزیزی که سوالاتی برای ما فرستادین رو بدیم. ولی خانم و بله و دوست مسلمانی احترام گذاشتن به برنامه ما، سوالی کردن، ولی به شما قول میدیم دو هفته دیگه که میشه 5 نوامبر ما برنامه با بردارمان داریم که اتفاقا تمرکز روی واقعا داستان عیسی و هویت هست و ممکنه پاسخ برخی از سوالاتتون دریافت کنید، ولی در این حال قول میدیم که پاسخگوی سوالات شما عزیزان هم حتما باشیم. ولی خیلی ممنون که بیننده برنامه ما بودیم. بردارمان عزیز مجددا ممنون از تمام تعالیم مفیدی که دادین. دوستان اگر میخواین تکرار برنامه امروز رو مشاهده بکنید، روز شنبه 3 صبح و همینطور 3 عصر به وقت ایران میتونید تکرار رو مشاهده کنید و در روزهای آتی بر روی یوتیوب سات7 هم این برنامه پخش خواهد شد. و اما وقت دعاهای شما عزیزان هست، پس میریم میان برنامه کوتاهی میریم و برمیگردیم که به دعاهای شما رسیدگی کنیم. پس با ما باشید.
خب دوستان، وقت دعاهای شماست. من و بردارمان به نوبت برای برخی از موضوعاتی که شما فرستادید در اتحاد با شما عزیزان دعا خواهیم کرد. بردارمان عزیز، میخواید شما 10 مورد اول رو اگر امکان داره دعا بکنید؟ بله. پدر جان، به حضور تو میاریم خواهرمون مریم رو برای برکت مالی پسرشون آرتوش، برای برادرمون احمد که برای برکت مالیشون خواستن دعا کنیم، یه مادر مهربان برای زندگی دخترشون سحر دعا میکنیم ای خداوند، برادر ما آرمن برای رهایی خودشون و خانوادهشون از مشکلات مالی و دریافت برکت و فیض، راشین خانوم برای رهایی برادر خودشون و خانوادهشون از مشکلات مالی، برای برادر از اون روح الله که خواستن حکمت و آرامش بهشون عطا بفرمایی، برای ملیه خانوم که باز برکت کار و مالی خواستن، خصوصا دوری بچهشون ای خدا رحم کن به دل این مادر، رحم کن خداوندا. بیننده خواستن که باز برای نیاز مالیشون دعا کنین، دوری از بچهشون و اینکه برای برادرشون نوروز خواستن خداوندا دعا کنین برکت بده، برای برادرمون علیرضا برای شفای روان و احساسات از افکار سیاهشون و تقویت ایمانشون، برای طاهر خانم برای آزادی همسرشون علی از اعتیاد و برای برکت مالی مغازه‌شون ای خدا رحم کن، برای برادر ما صادق خواستن که تو قلب پسرشون رو لمس بکنی و دخترشون همتا رو برکت بدی و هدایت روح القدس بهشون بدی. همه اینا رو به نام عیسی مسیح می طلبیم و سپاسگزاریم که شنیدی پدر. آمین. خداوند، منم از تو ممنون هستم برای حضورت در جمع ما و با ایمان برای موضوعات دیگه دعا میکنیم که در لیستمون هست. برای سعیده عزیز دعا میکنیم که از طریق وایبر تماس گرفتن و خواستن برای پاکی حسین و برکت مالی و اراده خدا برای مهاجرتشون دعا بشه. خداوند، این موضوعات رو به دستای تو میسپاریم. برای پاکی حسین دعا میکنیم از هر موضوعی که هست ای خداوند. میخوایم که برکت مالی تو در زندگی سعیده و خانوادش جاری بشه طبق نیازشون و همینطور اراده خودت رو برای مهاجرت این عزیز یا خانوادش مشخص بکنی خداوند. همچنین برای شهلای عزیز دعا میکنیم که باز برای برکت مالی و کاری ساناز و عادل که در زندان است و اعتیاد دارن و رهایی از اعتیاد رضا دعا خواستن. خداوند، واقعا این موضوعات رو به دسته تو میسپاریم و واقعا برای برکت مالی که درخواست شده خداوند دعا میکنیم و همینطور برای ساناز و همینطور عادل گفتن که در زندان هست دعا میکنی و اعتیاد دارن. خداوند، واقعا دعا میکنیم که عادل عزیز رو از بند اسارت اعتیاد ای خداوند آزاد بکنی، بر ایشون و بر خانوادش واقعا رحم بکنی خداوند. برای فرح عزیز دعا میکنیم، برای پاکی امین و پدرشون خداوند، و از هر چیزی اسارتی که اینا میخوان پاک بشن ای خداوند دعا میکنیم که با همکاری اونها و با کمک تو بتونن پاک بشن. برای شیرین عزیز دعا میکنیم، برای همسرشون که شریر ازشون دور بشه و چشمان روحانیشون باز بشه به محبت خدا ای خداوند. واقعا دعا میکنیم که کمک بکنی به شیرین عزیز که چشمشون باز بشه نسبت به محبت تو. وقتی باز بشه چشمشون نسبت به محبت تو، قوت رو پیدا خواهند کرد که بر علیه حملاتی که از طرف شریر بر زندگیشون وارد میشه مقاومت بکنن و ایستادگی بکنن. برای طاهره عزیز دعا میکنیم، برای رهایی از ترس و رهایی از خشم روجا و شاهین و لیلا، برکت و آرامش و برای رسول که پاک بشه. دوباره برای تک تک این عزیزان و برای رهایی از ترس و رهایی از خشمشون دعا میکنیم و برای پاکی رسول دعا میکنیم ای خداوند. تک تک این موارد رو به حضور تو که میدونیم خداوند قادر هستی و بهترین ها رو برای فرزندانت میخواهی
اراده نیکوی تو میخواییم که انجام بشه. در نام عیسی مسیح موضوعات به دست تو بلند کردیم. آمین. ممنون دوستان که با ما همراه بودین. پنجشنبه بعد برنامه نداریم. پس تا برنامه دیگه در خدمت شما خواهیم بود. خدا یار و نگهدارتون باشه. خداحافظ. خدا